آتش سوزی در تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران در چند روز. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم چرا مقام‌های ایران از اعلام دلیل حادثه نطنز پرهیز می‌کنند. در گفتگو با کارشناسی که مراکز هسته‌ای و موشکی ایران را زیر نظر دارد، از جزئیات بیشتر این حادثه می‌پرسیم. و گفتگویی هم داریم با یک تحلیلگر اسرائیلی که ادعا می‌کند اسرائیل پشت این حملات بوده. همینطور در برنامه امشب نکردیم پیشتر گفتیم سر گردای خود همین را تحمل کردیم به خاطر مصلحت جمعیت. کشمکش بر سر رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان. رئیس اجرایی حزب میگوید که صلاح الدین ربانی در 9 سال سرپرستی هیچ کاری نکرد. فایل صوتی منسوب به یک مقام ایرانی درباره هواپیمای ساقط شده اوکراین. یک مسئول سازمان هواپیمایی کشوری گفته آسمان تهران باز ماند تا حملات موشکی سپاه لو نرود. عقب افتادن رئیس جمهوری آمریکا در نظرسنجی‌های انتخاباتی، ستاد انتخابات ترامپ می‌گوید که حمایت اکثریت خاموش را دارد. و 5 ایرانی در فهرست اعضای جدید آکادمی اسکار. امشب با یکی از آنها صحبت می‌کنیم، الهام شاکری‌فر. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. بعد از آسیب دیدن بخشی از تأسیسات اتمی نطنز، منابع خبری که گفته شده نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هستند، به اسرائیل و آمریکا هشدار دادند. نشانه ای که گمان زنی ها درباره نوعی حمله یا خرابکاری را تقویت می کند، آن هم در تأسیساتی که قلب برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران تلقی می شود. نور نیوز، سایت خبری نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نوشته که اگر آمریکا و اسرائیل از خطوط قرمز عبور کنند، باید در راهبرد مواجهه و مقابله تجدید نظر شود. پنجشنبه 12 تیر ماه، 2 روز پیش، سازمان انرژی اتمی ایران از وقوع حادثه‌ای در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز در استان اصفهان خبر داد. ولی چرا مقام‌های ایران درباره این حادثه حرف روشنی نمی‌زنند؟ گفته می‌شود که یک مرکز مونتاژ سنتریفیوژ ویران شده. چه شواهد و مدارکی وجود دارد؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از فرین عاصمی. ادامه گمان زنی ها درباره دلیل انفجار در تأسیسات نطنز یا مجتمع غنی‌سازی احمدی روشن. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 مقام ایرانی که نامشان فاش نشده گفته این حمله سایبری بوده، اما به گفته رویترز آنها شاهدی برای این ادعای خود ارائه نکردند. یکی از این مقام ها به رویترز گفته حمله ساختمان مونتاژ سانتریفیوژ را هدف قرار داده و کسانی که او دشمنان ایران مینامید پیش از این هم دست به اقدام های مشابهی زده بودند. با این حال هستند مقام هایی که میگویند ایران در زیرساخت های سایبری آسیب هایی دارد، اما اگر حمله ای شود پاسخ میدهد. ما تو 4-5 ماه گذشته در واقع به علت آسیب پذیری هایی که تو فضای سایبری وجود داره دسترسی دارم شرط کرونا، چون در واقع تسهیل شده بیشتر دسترسی ها، همه فعالیت ها اومده تو فضای سایبر برای اینکه خدمات بیشتر برسونه، خدماتی که هنوز کاملا امن نبود. بانک اطلاعاتی مثل بعضی شبکه ها اومده اینجا وسط، ولی هنوز 100% امن نبوده. خب کسایی هم بودن این وسط به عنوان هکرها دسترسی پیدا کردن، اطلاعاتی پیدا کردن، در بودن که به کشور توی این زمینه آفندی بشه یا حمله بشه یا اثبات بشه، طبیعتاً پاسخ هم اونجا دریافت خواهد. یک روز قبل کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفته بود با واکاوی دقیق آثار، نحوه و میزان تخریب ایجاد شده علت اصلی حادثه مشخص شده، اما به دلیل برخی ملاحظات امنیتی علت و چگونگی بروز این حادثه در زمانی که او مناسب خوانده اعلام می شود. اظهار نظری که بر گمان زنی ها افزود. نور نیوز، وبسایت نزدیک به علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، امروز در یادداشتی نوشت بعد از حادثه نطنز رسانه‌های اسرائیلی تلاش کردند آن را نمادی از تحقق وعده‌های اسرائیل برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران اعلام کنند، اما به گفته نور نیوز اگر اسرائیل از خط قرمزها عبور کند تبعات جبران ناپذیری برای صلح و امنیت بین‌المللی دارد. این تصاویر ماهواره‌ای که اخیراً به دست بی بی سی فارسی رسیده نشان می‌دهد که در محل تأسیسات نطنز آتش سوزی یا انفجار رخ داده. تصاویری از 11 تیر ماه، یک روز قبل از حادثه، و 13 تیر ماه، یک روز بعد از حادثه.
ماهواره‌های ناسا که آتش‌سوزی‌های جهان را رصد می‌کنند، وقوع آتش‌سوزی در شمال غربی تأسیسات نتنز را تایید کردند. حدود ساعت 2 بامداد روز 12 تیر ماه. و این هم تصویر دیگری از ناسا از محل حدودی وقوع آتش‌سوزی در کنار سالن‌های غنی‌سازی زیرزمینی و آزمایشگاه‌های توسعه سانتریفیوژها. رضا یعقوب‌زاده عضو هیئت رئیسه مجلس گفته کمیسیون امنیت ملی درباره بازدید از محل حادثه در تأسیسات هسته‌ای نتنز تصمیم خواهد گرفت. یک گروه‌های فشاری هستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم قرار است روز یکشنبه در صحن علنی مجلس درباره حادثه نتنز و همچنین کاهش تعهدات هسته‌ای ایران در پی خروج آمریکا از برجام به نمایندگان توضیح دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه‌ای گفته از گزارش‌ها درباره حادثه آتش‌سوزی در تأسیسات هسته‌ای نتنز با خبر و با مقام‌های ایرانی در ارتباط است تا مطمئن شود این حادثه خللی در کار بازرسان آژانس در ایران برای نظارت پیش نیاورده. آژانس گفته هیچ ماده رادیواکتیوی در محل نشت نکرده است. هفته گذشته هم انفجاری در اینجا رخ داد. مجتمع صنعتی شهید همت در جنوب غربی شهرک پردیس و 20 کیلومتری شمال پارچین از مراکز نظامی ایران. گفته می شود مجتمعی است برای توسعه و ساخت سوخت جامد برای موشک‌های بالستیک. انفجار در این مخزن رخ داده. اون قسمتی که شکافته شده رو خودتون به وضوح میبینید. هر مخزنی حدود 5000 لیتر گنجایش گاز داشته. وقتی این مخزن منفجر میشه سرایت میکنه به این مخزن، حتی یه مخزن دیگه اونور هست و باعث شعله ور شدن آتش و انفجارهایی که خودتون فیلماشون رو مشاهده کردید. جمهوری اسلامی ایران درباره حوادث اخیر توضیح روشنی نداده، اما فرضیه دست داشتن کشوری مانند اسرائیل رو هم رد نکرده و حتی در بعضی وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت مستقیم و غیر مستقیم به آن اشاره شده. اسرائیل هم به روال همیشه دست داشتن در این حوادث را نه تکذیب کرده و نه تایید. اما آنچه مسلم است این است که کند شدن آهنگ برنامه هسته‌ای و نظامی ایران خاص بسیاری از کشورهای غربی است. فرین عاصمی، بی بی سی. فابیان هینز، محقق مرکز جیمز مارتین از مونتری در کالیفرنیا با ماست. آقای هینز، شما عکس‌های هوایی رو بررسی کردید، چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ خب انفجاری که در نتنز اتفاق افتاد، ما به این نتیجه رسیدیم که چه انفجاری بود و چه ساختمان‌هایی بودند و متوجه شدیم که این در واقع کارگاه‌های جدید ایران برای کارگاه‌های نسبتاً جدید ایران بودند برای تولید سانتریفوژ و بالانس کردن اونها، متعادل کردن اونها و آزمایش کردن اونها بودند. چه نوع حمله بوده؟ انفجار صورت گرفته؟ از بیرون حمله صورت گرفته؟ یک خرابکاری سایبری بوده؟ مشخص هست؟ گفتن این از تنها به کمک تصاویر خیلی سخته که چه اتفاق افتاده و چه لطماتی اتفاق افتاده، ولی خب به نظر میاد که آتشی در کار بوده، اما اینکه دلیلش چی بوده باشه، احتمالش میتونه حمله سایبری بوده باشه، ولی میتونم که از مواد و تجهیزات منفجره که به داخل ساختمون برده شده بودند اتفاق افتاده باشه. شما تصاویر ماهواره‌ای که بعد از انفجار در منطقه خجیر در شرق تهران منتشر شد رو هم بررسی کردید، در این زمینه مقاله نوشتید. هیچ ارتباطی میشه پیدا کرد بین اون اتفاق ها و این اتفاقی که در نتنز رخ داده؟ البته خب قضیه خیلی مشکوکه که شما هر دو این انفجارها رو در دو منطقه بسیار حساس، دو سایت نظامی مربوط به برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران دارید. بنابراین این خیلی قضیه رو مشکوک می‌کنه، ولی خب باز باید گفتش که با قاطعیت سخته که بتونیم بگیم که هر دو اینها از جانب یک بازیگر و انجام شده باشن و یک نفر، یک منبع پشت اونها باشه. در حادثه خجیر گفته شده که کسی کشته نشد، در این حادثه هم همینطور. آیا یک حمله یا خرابکاری کنترل شده است که پیامدهای انسانی نداشته باشه؟ I
بله به نظر من هم همین میاد. وقتی که شما خرابکاری میخواهید بکنید در سایت های حساس ایران، همیشه باید فکرتون متوجه احتمال انتقامگیری ایرانیان باشه. ما خب مطمئن نیستیم که چه اتفاقی در خجیر افتاد وقتی که انفجار اتفاق افتاد، اما اگه به نتنز نگاه کنید، به نظر من یک هدف خیلی هوشمندانه بوده، برای اینکه ایران داره نسل جدید سانتریفوژاشو که خیلی موثرتر هستن، خیلی مدرن‌تر هستن، داره در اونجا تولید میکنه و بنابراین این ساختمون نقش بسیار بسیار مهمی در برنامه هسته ایران بازی میکنه و به نظر میاد که این هدف هوشمندانه بوده که بهش حمله کردن. بعضی از منابع حرف از این میزنن که گویا اسرائیل پشت این حمله بوده، حتی اطلاعات بیشتری میدن، میگن که یک حمله از بیرون بوده، با یک هواپیما بوده. این چقدر با مشاهدات شما و تخصصی که شما دارید و قضایا رو نگاه میکنید مطابقت میکنه؟ به نظر من اگر خرابکاری بوده، و به نظر میاد که در مورد نتنز واقعا محتمله که خرابکاری بوده باشه، باید حتما یک نیروی خارجی پشت این قضیه بوده باشه. برای اینکه چرا باید یک نیروی داخلی همچین ریسکی، همچین خطری رو تقبل کنه که به یک تأسیسات اتمی حمله کنه، مخصوصا که تدابیر امنیتی ایمنی در چنین سایت های بسیار بسیار بالا هست. بنابراین به نظر میاد که آمادگی خارجی و برنامه‌ریزی خارجی پشت این قضیه بوده باشه. اما بحث حمله و با هواپیما به نظر من یک مقدار نامحتمل تره، برای اینکه میتونه تنش زیادی رو ایجاد کنه و به انتقام جوی ایرانی ها بیانجامه. بنابراین به نظر میاد که بیشتر خرابکاری بوده باشه تا حمله با هواپیما، اما خب نمیشه با قطعیت گفت. ممنونم از فابیان هینز، محقق مرکز جیمز مارتین از کالیفرنیا در آمریکا با ما. و اما در گفتگو با ایدی کوهن، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از تل آویو که میگه اسرائیل پشت حادثه نتنز بوده، پرسیدم که بر چه اساسی این ادعا رو مطرح میکنه و این گزارش ها اصلا از کجا به دست او رسیده. خب من به عنوان یک روزنامه‌نگار، به عنوان یک گزارشگر نمیتونم که منبعم رو فاش کنم، اما میتونم به شما اطمینان خاطر بدم که منبع من واقعیت رو داره به من میگه. چیزی که ما دیدیم در میدان امروز، حمله کامل بوده به تأسیسات نظامی ایران و فقط یک نمونه هم نیست، چهار حمله صورت گرفته که رژیم ایران خودش هم اذعان کرده. اخیراً رژیم ایران اذعان کرده که فکر میکنه که این خرابکاری بوده به گفته اونها. خب ما واقعیت‌های میدانی رو در اختیار داریم. جنگ امروز به ایران انتقاد پیدا کرده. میدان جنگ 2 سال پیش در داخل سوریه بود یا در عراق بود، ولی الان میدان جنگ داخل خاک رژیم ایرانه. و چیزی که من فکر می‌کنم اینه که غربی‌ها یا آقای ترامپ و اسرائیلی‌ها خسته شده بودند، حوصله‌شون سر رفته بود از دروغ‌های ایرانی‌ها راجع به برنامه هسته‌ایشون، و حالا زمان اون فرا رسیده که نابود کنن این برنامه هسته‌ای ایران رو، یا بجنگن با او از داخل ایران و از داخل تأسیسات ایران. چیزی که ما بعد از ظهر امروز هم شاهدش بودیم، باز دیدیم که یک سانحه تصادفی در یک کارخانه دیگری اتفاق افتاده، و باز ظرف یک هفته می‌بینیم که تنها ظرف 7 روز چندین حادثه مرموز، دست کم 4 حادثه شاهدش بودیم. بنابراین من فکر نمی‌کنم، باورم نمیشه که اینها تماماً تصادفی بوده باشه. بنابراین این حملات اسرائیلی یا آمریکایی به ایران هست، و البته ایرانی ها مغرورتر از اونی هستند که این رو بپذیرن و اعتراف کنن. بنابراین مدعی خواهند شد که این حادثه است، آتش سوزیه. اعتراف نخواهند کرد که اسرائیلی ها هستند یا آمریکایی ها هستند. آقای کوهن، ولی اگر ایران دوست نداره که اینطور دیده بشه که زیر ضربات اسرائیل هست، خود دولت اسرائیل چطور؟ شما نوشتید که منابع شما منابع اطلاعاتی
اطلاعاتی غربی هستند. چرا خود اسرائیل این رو عنوان نمی کنه؟ خب اسرائیل هرگز اذعان نخواهد کرد به انجام چنین حملاتی، برای اینکه اسرائیل خواستار رویارویی به اون معنی نیست. اگر که نخست وزیر اسرائیل بیاد و اعلام کنه که اسرائیل مسئول این خرابکاریه، اون وقت گزینه برای ایرانی ها باقی نخواهد موند جز اینکه انتقام بگیرن و پاسخ بدن. از این به اصطلاح سانحه ها، اسرائیل داره سکوت اختیار میکنه، برای اینکه هیچ کس در اسرائیل خواستار بیشتر شدن تنش نیست. آقای کوهن، قبلا تأسیسات اتمی ایران هدف حمله سایبری قرار گرفته، استاکسنت به صورت مشخص، بعضیا انگشت اتهام رو به سمت اسرائیل هدف قرار دادن، ولی در مورد اخیر شما میگید که اسرائیل با هواپیماهای F-16 تأسیسات نتنز رو هدف قرار داده. عکس‌های ماهواره‌ای که منتشر شده، تصاویری که از محل منتشر شده، سطح ویرانی‌ها رو اونطور که شما میگید نشون نمیده. آیا منابعی که اطلاعات رو در اختیار شما قرار دادند مبالغه نکردند؟ من فکر نمی کنم که دارن اغراق می کنن. شاید که می خوان که منابعشون رو آشکار نکنن. شاید از هواپیمای F-35 موسوم به گوست استفاده کردن. در هر حال واقعیت اینه که ایرانی ها مخفی کاری کردن. روز اول هیچ چیز نگفتن، دو روز بعد شروع کردن به این که اذعان کنن به این اتفاق ها. بنابراین حالا مهم نیست که F-16 بوده باشه یا F-35 بوده باشه، مسئله اصلی این نیست. مسئله اصلی اینه که جنگ الان به داخل رژیم ایران، به داخل خاک رژیم ایران کشته شده و اونها به شدت ترسیدن و نمیدونن که چه اتفاقی خواهد افتاد. ما ظرف یک هفته شاهد 4 به اصطلاح سانحه بودیم. آقای کوهن، و سوال آخر من اینه که حمله به تأسیسات اتمی میتونه پیامدهای انسانی زیادی داشته باشه برای مثلا مردمی که در جوار اون محل زندگی میکنند. شما که میگید دولت اسرائیل پشت این حمله بوده، آیا به این چیزها هم فکر کردند؟ به همین دلیل که کسی که داره خرابکاری میکنه داخل ایران، اگر اسرائیلی‌ها هستن، اگر آمریکایی‌ها هستن، اگر اپوزیسیون ایران هستن، یک کسی داره داخل ایران خرابکاری میکنه و این چهارمین عملیات ظرف یک هفته بوده. بنابراین کی داره این کارو میکنه، هر کی داره این کارو میکنه از پیامدهای اون ترسی نداره. و همونطور که من به شما پیشتر گفتم، هیچ کشوری با افتخار نمیتونه بیاد و سر بالا با سر بلند بگه که بله این اتفاقا داره برای من میفته. حالا چه اسرائیل باشه، چه آمریکا باشه، یا چه هر کشور غربی که باشه، به همین دلیل که من به شما میگم که هیچ کسی خواستار جنگ نیست و بنابراین هیچ کسی علناً و آشکارا مسئولیت این رو نخواهد پذیرفت. ایدی کوهن بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل آویو. دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل و بازرس پیشین هسته‌ای سازمان ملل متحد از مونستر آلمان با ماست. آقای آلبرایت، شما چی فکر می‌کنید؟ اون چی که در نتنز رخ داده شباهتی به یک حمله داره؟ بحث من این خواهد بود تا وقتی ما اطلاعات بیشتر نداشته باشیم به سختی بتونیم بفهمیم که یک سانحه بوده یا یک حمله عمدی، چه از طرف یک دولت چه از طرف یک گروه مخالف داخلی در داخل ایران. در
زمینه یک حمله از طرف گروه داخلی، این اتفاق در گذشته افتاده، ولی واقعا ما اطلاعات بیشتر احتیاج داریم. اون خرابی که به بار اومد در اون تاسیسات نتنز بر اساس تحلیل‌های ما از داده‌های ماهواره‌ای که تطبیقش دادیم با اطلاعات میدانی، به نظر میاد خرابیش خرابی بود که از یک نقطه‌ای که یک جنراتور دیزلی داشت شروع شد و یک سری مخزن‌های سوخت و بعد چقدر اون خسارت وارد کرد به کل تاسیسات ما واقعا نمیدونیم. در مؤسسه ما خسارت‌های داخل ساختمون رو ندیدیم تا بتونیم برآورد دقیقی از ابعاد این خسارت‌ها داشته باشیم. برای همین ما الان همه در حالت انتظار به سر می‌بریم برای اطلاعات بیشتر. مسلماً گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های مختلف، در برنامه‌های خود شما، که این یک حمله سایبری بوده، یک حمله عمدی بوده و از این قبیل حرف‌ها. ولی به نظر من اطلاعاتی که انجمن من میگن و اطلاعاتی که نظرات من نشون میدن اینه که نسبت دادنش به حمله عمدی در حال حاضر قابل تایید نیست. شورای امنیت ملی ایران گفته که میدونه چه اتفاقی افتاده ولی به دلیل ملاحظات امنیتی اعلام نمیکنه. چرا؟ این آیا بخشی رو روشن میکنه؟ آیا میتونه به ما کمک بکنه که بفهمیم چه اتفاقی افتاده؟ من فکر نمیکنم. حکومت ایران متاسفانه یک تاریخچه خیلی بدی در زمینه مسائل ایمنی داره. فراموش نکنیم که یک هواپیمای مسافربری اوکراینی رو در ماه ژانویه ساقط کردن و بعد سعی کردن انکارش بکنن. یعنی میخوام بگم این یه اشتباه بسیار بزرگی بود. یک سوانح بسیار مختلف و بارز و برجسته دیگه هم در ایران اتفاق افتاد که نشون میده یک فرهنگ نهادینه شده عدم توجه به مسائل ایمنی وجود داره. برای همین من نمیتونم منتفی بکنم احتمال یک نقص فنی رو به خاطر مسائلی که ایران در زمینه بحث ایمنی داره در نتنز اتفاق افتاد. بله، گروه شما یعنی بی بی سی گزارش داد که یک گروه داخلی در ایران اعلام مسئولیت کرد که این حمله را انجام داده. برای همین به نظر میاد که بله، اینا قبل از اینکه حمله را انجام بدن اعلام مسئولیت کردند، ولی ما هنوز ندیدیم این از جای دیگه تایید بشه. بله، احتمال داره که یک حمله بوده، ولی اگر یک حمله بوده و اگر این قضیه واقعیت داشته باشه، امیدوار هستم که دولت ایران واقعیت ها رو ارائه بده، بلکه این که بخواد حالا دست به حملات تلافی جویانه بزنه وقتی خودش هم مطمئن نیست که چه کسی عامل حمله بوده. صرف نظر از این که حالا برنامه اتمی ایران صلح‌آمیزه یا ممکنه که اهدافی نظامی پشت اون باشه، اگر اعتمادی به ایمنی اون نباشه، در این صورت آیا مشکلات دیگه‌ای رو ایجاد نمی‌کنه؟ آیا صرف وجود این برنامه برای عده زیادی از مردم در ایران خطرآفرین نخواهند بود؟ بله، یک مسئله بسیار بزرگی است. و در محافل علمی مختلف هم نگرانی واقعا جدی وجود داره که مثلا در تاسیسات بوشهر چه اتفاقی خواهد افتاد. بسیار مشکل که مثلا در تاسیسات بوشهر اتفاقی مثل اتفاقی در چرنوبیل افتاد بیفته، ولی اتفاق یا یک سانحه میتونه در بوشهر رخ بده، این یک واقعیته. اما بحث دیگه هم این هست که برنامه هسته ایران، مخصوصا برنامه هسته در نتنز، اصلا منطق اقتصادی نداره. برای همین بحثای راجع به آینده تاسیسات نتنز وجود داره، برای اینکه اگه واقعا منطق اقتصادی نداره، به این لحاظ که هرگز نمیتونه اورانیوم غنی سازه تولید بکنه در ارزون تر از اونی که ایران خودش میتونه از اروپا یا روسیه بخره اورانیوم غنی شده، چرا اصلا این تاسیسات رو دارن؟ بر اساس فعالیتایی که ایران سابقا در زمینه برنامه هسته‌ای داشت، این نگرانی رو به وجود میاره که شاید ایران واقعا هدفش ساخت سلاح‌های هسته‌ایه. آقای آلبرایت، ولی می‌دونیم که تاسیسات اتمی ایران زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه و بیشترین نظارت‌ها هم انجام میشه. تا حالا ما نشنیدیم که اونها در زمینه ایمنی این تاسیسات حرفی زده باشند یا نگرانی جدی رو مطرح کرده باشند.
در زمینه مسائل ایمنی من نمیدونم که آژانس چنین حرفی زده یا نه. مسلما آژانس به ایران فشار آورده که به یک سری پروتکل‌های ملحق بشه که تضمین بکنه بحث ایمنی رو و یک سری ضوابطی در داخل خود این تأسیسات هم اجرا بکنن که ایمنی رو تضمین بکنه. اما ماه گذشته آژانس گزارشی منتشر کرد، گزارش کم سابقه که از ایران میخواست ایران همکاری بکنه با آژانس بر اساس تقاضایی که آژانس از ایران کرده بود برای بازرسی از دو تأسیساتی که ظن این میرفت که در اونجا فعالیت‌های هسته‌ای وجود داره. این گونه نگرانی‌ها رو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر 10 سال یک بار ابراز کرده. برای همین اتهامی که الان بر ایران وارد شده، از جمله گزارش آخری که آژانس منتشر کرد و شورای حکامش هم تایید کرد، نگرانی‌های جدی رو به وجود میاره. این همون گزارشیه که از ایران میخواست که با بازرسان همکاری بکنه و اجازه بده اونها از این تأسیسات دیدن بکنن، و این دو تا تأسیسات که این بازرسان آژانس میخوان ازش دیدن بکنن تأسیساتی هستن که قبل از سال 2003 وقتی ایران دنبال فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط برنامه‌های نظامی بود، این تأسیسات اون موقع فعال بودند. یکی از اینها در همون زمان مربوط می‌شد به تولید اورانیوم هوکسرفلوید که می‌گفتن بخشی از برنامه هستش برای تولید یک سانتریفیوژ مخفیانه گاز که آخر معلوم شد در فاردو مستقر شده بود، و بعد هم معلوم شد که یک مرکز مخفی غنی‌سازی اورانیوم هستش که میتونه سلاح‌هایی بسازه که با اورانیوم غنی شده بتونه تبدیل به سلاح هسته‌ایش بکنه. در اون زمان ایران مچش گرفته شد، و مشکل همینجاست. وقتی که مچشون گرفته میشه، میان اون رو تحت نظر بازرسان قرار میدن، کاری که در سال 2009 با تأسیسات فوردو کردن. اما این باعث میشه که همه احساس اطمینان و راحتی بکنن. وقتی شما مچشون رو بگیرین، بعد اونا میان یه کاری بکنن که پیامدهاش رو تعدیل بکنن. این کل دینامیزم و معادله مسئله رو عوض نمیکنه که اینا همیشه این انگیزه رو دارن که در یک آینده که نامعلومه دنبال تولید سلاح هسته‌ای برن. ممنونم از دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علوم امنیت بین‌الملل و بازرس پیشین هسته‌ای سازمان ملل در آلمان. در ادامه کشمکش بر سر رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، عطا محمد نور رئیس اجرایی این حزب گفته صلاح الدین ربانی که رهبر حزب است و احمد ضیا مسعود شوهر خواهرش قدرت این تشکیلات را انحصاری کردند. سه روز پیش عده‌ای از اعضای شورای رهبری حزب از جمله آقای نور اعلام کردند که آقای ربانی از رهبری برکنار شده. صلاح الدین ربانی این اقدام را توطئه خوانده و عضویت این افراد را به حالت تعلیق درآورده. آقای نور در مصاحبه با علی حسینی خبرنگار بی بی سی گفت که آقای ربانی در 9 سال سرپرستی جمعیت اسلامی تقریبا هیچ کاری نکرده. یک جمعیت اساس و بنیادش که گذاشته شده مخالف میراثی شدن قدرت است. به هر حال خود شما تعیین کرده بودین، ولی برای 2 ماه تعیین کردم، ولی موافقت هم کردین برای 9 سال دیگر. 9 سال حوصله کردیم، پیشتر گفتیم این سر گردای خود همین را تحمل کردیم به خاطر مصلحت جمعیت. جمعیت از اساس خلاف شما. الان به کجا رسیدین که دیگه حوصله نمیخوایم کنیم؟ من میگم بتون یک شما رو میکنم. جمعیت مخالف میراث شدن قدرت است. یک، من سند دارم از اعضای رهبری، یعنی ما اعضای رهبری اصلی که میگیم 6 نفر که زنده هستیم، 9 نفری ما خدا بباشا فوت کرده، ما 6 نفر تصمیم گرفتیم که صلاح الدین خان سرپرست شوه. 500 نفر بزرگای جمعیت جمع کردیم، ابلاغ کردیم، از اونا رأی نگرفتیم، باز ابلاغ کردیم. حال همین 6 نفر منفی هم از ضیا خان 5 ما موجود بوده داشتیم، به شمول 75% اعضای شورای رهبری مقعد. اینا یه تصمیم گرفتن که 2 ماه تکمیل شده، 9 سال تمیز کردیم، بس از کنگره باید دایید شد. دلیل بعدی؟ 3، در 9 سال یک جمعیت بخیزه بلند شده بگویه که صلاح الدین خان ربانی منیس رئیس موقت جمعیت اینی خدمت شاهانه به جمعیت کرده. یعنی شما میگین که هیچ خدمت نکرده؟ هیچ چیزی نکرده. آقای نور میگین که هیچ کاری نکرده در عین حالی که شما در این 9 سال رئیس اجرایی حزب بودین. رئیس اجرایی حزب شکایت داره به خاطر که قدرت حزبی را یک یزنه و یک خسروبره وزیتر آمیانه بگویم که در این استار را خود گرفتن. آمیانه بگویم که جمعیت دمیجه به خود زدن، زنجیره کمکش کرده، نه کسی ریدن میمونه، نه کسی را کارکدن میمونه، نه خودشان کار میکنه. یعنی به شما اجازه کار ندن آقای ربانی؟ کاری که در جمعیت شده اگر تعریف نشوه،
همی چند چهره های نخبه جمعیت است که انفرادی کرده. نکات دیگر همه در دور انتخابات تصمیمش تنهایی بود. شما دیدین که هیچ کسی از بزرگای جمعیت در کنار تصمیمش انتخابات نرفت. وقتی که رفت پسابلا تا یک جای رسان دوباره او را رها کرد. مسئله بسیار مسئله بسیار مهم و حیاتی است. اونا را رها کردن. آقای نور، آیا راه دیگری مانده که شما بشینین دوباره با آقای ربانی و این مشکل که ایجاد شده حل شود به نحوی، یا فکر میکنید فقط تنها برگزاری کنگره موضوع رو حل میکنه؟ فکر میکنم که اصلاح جمعیت، انسجام جمعیت، کسایی که آزرده هستند جمعیت همشان در یک محور جمع شوند و کنگره دایر شوند، راه حل همی است. ما نمیتونیم که صلاح الدین خان را رد بکنیم، ما نمیتونیم که صلاح الدین خان عضویتش را به تعلیق بیاریم، نمیخواهیم. ما برای حق میتونیم که در کنگره برای اشتراک کنه و هم خود کاندید بکنه. آقای نور، بعضی از نزدیکان آقای ربانی حالایی که ما باشون صحبت کردم به این نظر هستن که یک بخش چیزی که شما بیان میکنید بوی حکومتی و ارگ را میتن. این شورای امنیت و ارگ گیرم که دمی دست داشته باشه. چی هست نفش در اینجا؟ بگویا که بیام داشت شما وزارت میتونم این نفیش است؟ به هر حال یک اپوزیسیون، یک حزب کلانی که قرار بود اپوزیسیون شوره از پیش را برداشته با استفاده از شما. در شرایطی که افغانستان با وحدت ملی نیاز داره، امریکا معامله خود با طالبان کرده، صلح به زور به رضا یا میاره یا جنگ نحوی دیگر تغییر میخوره یا بیرخی سیاه میشه یا این یا آن، و ما در یک وضعیت قرار داریم که منافع ملی خود را در نظر بگیریم، از این وضعیت بیرون شویم، به اتحاد و انسجام و اجماع ملی و توحید فکری نیاز داریم. ما در این طور وقت چطور خود منطقا خود قناعت بدیم که بریم در تقابل؟ ما جمعیت به نفش نمیدونیم که برای به تقابل در انزوا. آقای نور، اگر از ادبیات حالا در با توجه به این وضعیت فعلی از ادبیات او طرف حزب اگر استفاده کنم، منظورم هواداران آقای ربانی است، شما کودتای انجام دادیم که خودتان رهبر جمعیت شوید؟ نه خیر. شما ببینید کودتایی را میگه که یک کس از سنا غیر قانونی ورداری، کودتایی را میگه که از زور کار بگیری، کودتایی را میگه که کسایی را اخفال کنی. وقتی که شورای رهبری جمعیت با نخبت‌ترین اعضایش همه نیمه ها اشتراک کنند در یک فضای دموکراتیک باز با سیستم سازمانی و حزبی رای گیری شود، ماده با ماده دستا و بالا شود، کسی دو فلمش هم هست، کل ثبت شدگی هست، یک کجاش در کودتا میمانند. وقتی که چیزی نیافتند خب باید یک چسبی را بزنند دیگه. و بحث رهبری خودتان؟ آه باشین فراموش. فعلا خو سرپرست استاد صاحب شاد آباد هستند، با وجودی که در این گونه جلسات همیشه ریاستش به دوش ما بود. من به امتیاز خود یکی از مستفید آزادم که کلگی ببینن که ما در خود چیزی نمیخوایم. یک ولی برای مدت کوتاهی است. هر بار اینا رو کنگره دایر میشنه، کنگره که دایر میشن نخبه های جمعیت با شرایطی که مطابق به اساسنامه است از تمام افغانستان جمع میشن. او دیگر نفر مورد نظر خود رای میده. و آینده جمعیت چه میبینین آقای نور با توجه به وضعیتی که اومده؟ آیا موافق هستین با کلمه انشعاب؟ انشعابی که یک بدنه و پارچه های بزرگی از جمعیت جدا شده؟ نه، به خاطر که پارچه های بزرگ جمعیت یک جای است. گفتگوی همکارم علی حسینی بود با عطا محمد نور. شبکه CBS کانادا میگوید به یک فایل صوتی دست یافته که در اون شخصی که گفته شده یک مقام ارشد سازمان هواپیمایی کشوری ایران است درباره شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین توضیحاتی میدهد. این شبکه گفته در این فایل صدای حسن رضایی فر مدیر کل بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی شنیده میشود که میگوید در زمان وقوع حادثه آسمان تهران مسدود نشده تا نقشه حملات موشکی سپاه به پایگاه‌های آمریکا در عراق برملا نشود. هواپیمای مسافربری اوکراین حدود 6 ماه پیش با شلیک 2 موشک سپاه پاسداران ساقط شد و تمام 176 سرنشین آن کشته شدند. حامد اسماعیلیون که همسر و دخترش رو در این حادثه از دست داد و سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراین از تورنتوی کانادا با ما هستند. آقای اسماعیلیون، این فایل صوتی از نظر شما چه نکته تازه‌ای داره؟
این فایل صوتی خب طولانی هست، فکر کنم اولش 90 دقیقه است و من خیلی نمیتونم به جزئیاتش اشاره بکنم چون رفته رفته در روزهای آینده بخشای مهمش منتشر خواهد شد، ولی اون چیزی که سی بی سی بهش اشاره کرده بازگذاشتن تعمدی آسمان برای لو نرفتن حمله سپاه به امریکاست که و بخشای دیگه هم هست که شاید به همون درجه اهمیت باشه. در دادرسی که جریان داره این فایل چقدر کمک کننده است؟ ببینید، یکی خب این بازگذاشتن آسمان یک جرم نابخشودنی و فراموش نشدنیه و به هر حال میتونه به عنوان یک جنایت تلقی بشه و اینکه این با این هواپیما هم به احتمال بسیار زیاد تعمدی شلیک شده میتونه جرم دومی باشه که تا وقتی که یک تحقیقات بی‌طرفانه مستقل در واقع انجام نشه باید منتظر بمونیم و ببینیم نتیجه‌اش چه خواهد. دادرسی که شروع شده بود و شما یکی از کسانی هستید که اون دادرسی رو جلو میبرید، مدعی هستید، به چه مرحله رسیده؟ تا کجا پیش رفتید؟ در واقع این کاریست که باید کشورها بکنند، یعنی به صورت فردی ما اگر که بخوایم شکایتی ثبت بکنیم سالها طول خواهد کشید و ممکن نتیجه ای هم نده. کاریست که کشور کانادا، کشور اوکراین، کشور بریتانیا و سوئد و افغانستان باید پیش ببرند که اگر میخوان این پرونده به دادگاه بین‌المللی بره یک پرونده جنایی براش باز کنن. اوکراین، من عرض کردم قبلا در یک مصاحبه که اوکراین این کار رو کرده و امیدوارم کانادا هم به زودی این کار رو بکنه. پیگیری های شما به نتیجه رسیده؟ آیا قولی مثلا دادن به شما؟ ببینید، این کار ما از روزها و ساعتها حرف نمیزنیم، از ماها و از سالها احتمالا حرف میزنیم. وقتی جعبه سیاه رو 7 ماه نگه داشتن، کاری که در جنایات مشابه و یا حتی حوادث مشابه، حالا MH17 رو من مثال میزنم که خیلی شبیهه، در 4 روز جعبه سیاه رو دادن، ولی وقتی میبینی این کاری که 4 روزه باید انجام بشه 7 ماهه داره صورت میگیره، اونم معلوم نیست که صورت بگیره، ما فکر میکنم از یک زمان طولانی داریم حرف میزنیم و نه، قولی ما دریافت نکردیم، ولی خب تمام شواهد داره به اون سمت میره که نهایتاً به دادگاه بین‌المللی ارجاع خواهد شد. ممنونم از شما آقای اسماعیلیون. حامد اسماعیلیون از تورنتو کانادا با ما. در 24 ساعت گذشته خبری درباره کشف و انتقال جسد احمد متوسلیان به ایران منتشر و بعد تکذیب شد. او از فرماندهان سپاه بود که 38 سال پیش به همراه 3 ایرانی دیگر در لبنان ناپدید شد. حالا ماجرای مفقود شدن 4 نفری که منابع نزدیک به حاکمیت ایران اونها رو دیپلمات معرفی میکنن دوباره محور بحث و مناقشه شده و حتی به طرح اتهام‌ها و انتقاداتی علیه جمهوری اسلامی و بعضی از مسئولان سپاه پاسداران انجامیده. مرداد فرهمند خبرنگار ما که حوزه خاورمیانه رو دنبال میکنه الان به برنامه پیوسته. چطور شد مرداد که یک بار بعد از 38 سال دوباره این موضوع بیشتر از گذشته مطرح شد؟ همین اینکه چطور شد که یک در مرتبه در این بازه زمانی چنین موضوعی مطرح شده خودش از ابزارهای طرح گمانه و اتهام شده، به این دلیل که اینکه جسد آقای متوسلیان یا دیگر همراهانش کشف شده باشه چیزی نیست که منابع رسمی خبر داده باشن، بلکه در حد یک خبر کاملا از منابع غیر رسمی پخش شد و بعدش هم تکذیب شد، اما تکذیبهاش و در واقع واکنشهاش جنبه رسمی پیدا کرد، تا جایی که مثلا میبینیم که امروز آقای خامنه‌ای در توییترش در مورد متوسلیان نوشته، یا اینکه آقای امیر عبداللهیان معاون پیشین وزارت خارجه توییت کرده که ما معتقدیم که همچنان متوسلیان و همراهانش زنده هستند و در اسارت اسرائیل. یک موضوع دیگه میتونه این در واقع سالگردش باشه، چون این اتفاق در همین روزها 38 سال پیش افتاد، ماجرای ناپدید شدن این 4 نفر. اما واکنش هاست که بیشتر از هر چیزی جلب توجه میکنه. طرح اتهاماتی شده علیه محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه، علیه محسن رفیق دوست که وزیر سپاه بود در اون زمان،
گفته شده که آقای متوسلیان که اون زمان فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله سپاه بوده مشکل داشته با محسن رضایی. حتی این مطرح شده که محسن رضایی در واقع با فرستادن او به لبنان و در حالی که این تصمیم در مراجع بالاتری در جمهوری اسلامی گرفته نشده بوده به نوعی خواسته که مثلا او رو دور بکنه یا به نوعی از دست او خلاص بشه. و از طرف دیگه در مورد محسن رفیق دوست گفته شده که چون میدونیم که بعد از حدود 2 هفته بعد از ناپدید شدن متوسلیان و همراهانش سرپرست وقت دانشگاه آمریکایی بیروت رو در لبنان به اسم دیوید داج که یک آمریکایی بود و به اصطلاح گفته میشد که برای CIA هم کار میکنه اون رو گروگان گرفتند و به ایران آوردند و گفته میشد که قرار میخواستند که در واقع در مقابل او کاری بکنند که سرنوشت این 4 نفر مشخص بشه. اما حالا این اتهام علیه آقای رفیق دوست که در این در واقع موضوع دخیل بوده مطرح شده که او برده این رو تحویل داده بدون اینکه از متوسلیان خبری بگیره و به جاش سلاح گرفته. و نقش سوریه هم این وسط مطرح شده که سوریه هم در واقع دیوید داج رو در مقابل در گرفتن 21 نفر از افسرانش که بازداشت شده بودن تحویل داده و این در واقع طرح اتهاماتی است که این روزها خیلی مطرح شده در این همین 24 ساعت گذشته. ممنونم از همکارم مهرداد فرهمند. دونالد ترامپ در جمع هوادارانش سالگرد استقلال آمریکا را جشن گرفت. منتقدان آقای ترامپ برگزاری چنین مراسمی را در شرایط اوجگیری دوباره کرونا محکوم کردند و اون رو تلاشی برای برانگیختن احساسات ملی گرایانه با هدف جبران عقب افتادن از رقیبش جو بایدن توصیف کردند. کارزار انتخاباتی آقای ترامپ اما میگوید نظرسنجی های اخیر که جلو افتادن آقای بایدن را نشان میدهد اعتبار ندارد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دقیقاً 4 ماه دیگر برگزار میشود. بهمن کلباسی گزارش میدهد. چهارم ماه میلادی جولای روز تولد ایالات متحده آمریکا. آقای ترامپ دیشب برای جشن و آتشبازی 244مین سالگرد استقلال به جمع هزاران نفر از طرفدارانش در ایالت داکوتای جنوبی رفت، جایی که تصاویر 4 رئیس جمهوری برجسته آمریکا از جورج واشنگتن تا آبراهام لینکن روی کوه حک شده است. گامی برای بهره بردن از حس ملی‌گرایی آمریکایی‌ها در شرایطی که زیر سایه شیوع چشمگیر ویروس کرونا نارضایتی ها از او افزایش پیدا کرده. دقیقاً 4 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری. انتخاباتی که بازار پیشبینی نتایج آن هر روز داغ‌تر می شود. مؤسسه های پرسابقه نظرسنجی هر هفته نتایج آخرین نظرخواهی ها در مورد تمایل رای دهندگان به دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن را منتشر می کنند. همه بدون استثنا از پیشتازی آقای بایدن و افزایش فاصله او با آقای ترامپ در هفته‌های اخیر خبر می‌دهند. مثلا نظرسنجی سازمان مانمت که نشان می‌دهد آقای بایدن در اواخر زمستان فقط 2% از آقای ترامپ جلو بوده ولی حالا این اختلاف 12% است. یا این نهاد که میانگین 9 نظرخواهی معتبر را منتشر می‌کند. نتایج آن هم کم و بیش همان است. آقای بایدن با حدود 10% اختلاف پیشی گرفته. اما اگر همین نظرسنجی ها را به حامیان جو بایدن در خیابان های شهرهای آمریکا نشان دهید، با موجی از بی‌اعتمادی و نگرانی از شکست دوباره کاندیدای دموکرات مواجه می شوید. زنده شدن خاطرات تلخی که از نظرسنجی های 4 سال پیش دارند که نشان می داد خانم کلینتون دست بالا را دارد. بر اساس آمار موجود آقای بایدن باید راحت ببره. مردم از وضع موجود خیلی عصبانی‌اند و تغییر می‌خوان. با این همه من بعید نمی‌دونم اتفاق عجیبی از حالا تا انتخابات یا در شمارش آرا بیفته. فکر می‌کنم ترامپ با وجود همه آنچه در این 3 سال رخ داده می‌بره، چون طرفداراش اخبار واقعی رو باور نمی‌کنند. می‌ترسم سال 2016 تکرار بشه چون هیلاری داشت می‌برد. ولی دخالت روسیه مانع شد. خیلی مشخصه که هم انتخابات قبلی و هم توی انتخابات اکثریت میخوان
کاندیدای دموکرات‌ها ببره، ولی اصلا مشخص نیست که با این روش هایی که رأی دادن دموکرات‌ها در شهرهای بزرگ رو هیچ سخت‌تر کردن یا در شرایط کرونا جلوی رأی دادن با پست رو دارن میگیرن، ترامپ باز در قدرت نمونه. شک و تردیدهایی که رئیس یکی از پرآوازه‌ترین نهادهای نظرخواهی در دانشگاه سافولیک شهر بوستون میگوید در نتایج منتشر شده هفته پیش مؤسسه او هم دیده می شود. کاملا درسته. نظرسنجی این هفته ما هم دقیقا همین رو نشون میده. وقتی از پاسخ دهندگان پرسیدیم قصد دارن به کی رأی بدن، جو بایدن با 12% جلوست. 53% در برابر 41% که طرفدار ترامپ هستند. ولی وقتی از همون رأی دهندگان پرسیدیم که حالا صرف نظر این که خودتون می‌خواهید به کی رأی بدهید، فکر می‌کنید چه کسی برنده میشه، یک دفعه خیلی از رأی دهندگان بایدن میگفتن ترامپ میبره، یا به خاطر اینکه به سیستم انتخابات و ترامپ اعتماد کافی وجود نداره، و البته نتیجه این تصور غالب که سال 2016 نظرسنجی‌ها غلط بوده. این تصور درستی نیست که نظرسنجی‌ها اشتباه پیش بینی کردند، به خاطر اینکه میانگین نظرسنجی‌ها نشان دادند هیلاری کلینتون 2% بیشتر رأی خواهد آورد و اتفاقا اون 3% بیشتر رأی آورد. اشکال کار اینجا بود که در آن سه ایالت حیاتی حدود 80,000 رأی کمتر آورد و اشکال کار ما این بود که به اندازه کافی در اون ایالت‌ها نظرسنجی نکرده بود. مثلا در ایالت میشیگان هیچ نظرسنجی جدی نشده بود. برای همین جا افتاد که نظرسنجی‌ها گفتند خانم کلینتون میبره ولی باخته و نتیجه گرفتن پس نمیشه به نظرخواهی‌ها اعتماد کرد. اما این منطبق با واقعیت‌ها نیست و البته این دفعه داریم خیلی مفصل در این ایالت‌ها نظرخواهی می‌کنیم و تا اینجا هم نتایج همون جلو بودن جو بایدن رو نشون می‌ده. او همچنین می‌گوید در اینی که به صحت نظرسنجی‌ها شکی ندارد، این به هیچ وجه به آن معنا نیست که وضعیت در زمانی که تا انتخابات باقی است تغییر نکند. با اتکا به این نقل قول معروف که حتی یک هفته در دنیای سیاست به اندازه یک عمر است. یاسمین انصاری که خود مشغول اداره یک کارزار انتخاباتی برای رسیدن به کرسی یک شورای شهر در ایالت آریزونا است، میگوید کارزار آقای ترامپ هنوز کارت‌هایی برای بازی دارد. اولا هنوز 122 روز مونده بین امروز و انتخابات در آمریکا و خیلی وضعیت ممکنه عوض شه. من در کارزار انتخاباتی خودم میبینم که هر روز وضع عوض میشه و اینم ممکنه اتفاق بیفته. در این نظر دوما ترامپ به طرفدارای خودش میگه که 4 سال پیش همین اتفاق افتاد، خانم کلینتون در نظر سنجی جلو بود اما ما بردیم، اونا امید میگیرن. و سومن به خاطر که جو بایدن تو نظر سنجی جلوه، دموکرات ها ممکنه خیالشون راحت شه، آدم ها نرن رای بدن روز انتخابات. و این به خاطر همه این دلیلا فکر کنم ترامپ هنوز امید داره در این انتخابات. امید در برابر آمار. انتخاباتی سرنوشت ساز که اتفاقاً 13 آبان برگزار می شود و نتایجش نشان خواهد داد که آیا نظرسنجی های 4 ماه قبل در روز جشن استقلال آمریکا تکلیفش را معلوم کرده بود یا نه. بهمن کلبوسی، BBC نیویورک. امسال 5 سینماگر ایرانی برای عضویت در آکادمی اسکار دعوت شدند. این آکادمی از ستار اورکی، آهنگساز، علی عباسی، کارگردان ایرانی دانمارکی، سمیرا مخملباف، کارگردان، نرگس آبیار، کارگردان و فیلمنامه نویس و الهام شاکریفر، تهیه کننده فیلم‌های مستند، خواسته تا عضویت آکادمی رو بپذیرند. فهرست افرادی که امسال به عضویت آکادمی اسکار دعوت شدند شامل 819 هنرمند و دستاندرکار سینما از 68 کشوره. آکادمی اسکار در سال‌های اخیر تلاش کرده که عضویت زنان و اقلیت‌های قومی و نژادی رو بیشتر کنه. الهام شاکریفر، تهیه کننده فیلم‌های مستند، از لندن با ما هستن. خانم شاکریفر، بیشتر کار مستند می‌کنید. بد نیست که اول یک کمی خیلی کوتاه در مورد کارهای خودتون بگید. من یک کارگردان مستقل هستم در زمینه مستندسازی. فیلم هایی که من ساختم
بیشتر نشان دهنده تجربه های انسانی بودند و تلاش برای نگاه کردن به مسائل از نگاه های صداهایی که ساکت تر هستند، یا مستندهایی که در مورد فقر در بریتانیا بودند از نگاه کارمندان انبارها که به سختی امرار معاش میکنند. در سال 2017 یه فیلم ساختم حتی در زمانی که من سقوط میکنم، عنوانش بود که موضوعش بچه هایی بودن که در هند قربانی قاچاق انسان ها شدن. مستند دیگه ای ساختم به اسم تقریبا بهشت و نگاهش دوباره به صداهای ساکت تری بود که دنیا رو از زاویه خودشون میبینن. بیشتر از 800 نفر امسال به عضویت آکادمی اسکار در میان، از جمله شما و 4 ایرانی دیگه. حضور در این مجموعه چه فرصتی رو برای شما یا ایرانیان دیگه فراهم میکنه؟ برای من خیلی غافلگیر کننده بود که از من دعوت شد و این خودش نشون میده که حرکتی صورت گرفته نسبت به 5 سال گذشته برای تنوع بخشیدن به عضویت در این آکادمی و اطمینان حاصل کردن که بیش از هر زمان نماینگر صداهای مختلفی باشه که در صنعت فیلم وجود دارند. مهم هست برای اینکه خیلی از جوایز یک سری باعث میشن که توجه داده بشه به خیلی از فیلمسازان که فیلمهاشون بیشتر دیده بشن. من میدونم ما خیلی صحبت میکنیم از تلاش های کارگردانان، ولی واقعیت اینه که مردم باید ببینن این کارهایی که انجام میشه و این خودش خیلی مهمه. و برای همه من امیدوارم که این باعث بشه که خیلی ها باور کنن که تعلق دارن به این صنعت و صرف نظر از اینکه تنوع کاری که میکنن. حالا مثلا من خودم یه مستند سازم، خیلی کار با هالیوود فاصله داره، ولی به همه این فرصت رو بده فیلم‌هایی که درست میکنم یه پلتفرم‌های بزرگتر، تریبون‌های بزرگتری بده که دیده بشن. مدت هاست که حرف از متوازن کردن نژادی و جنسیتی اعضای آکادمی اسکار زده میشه. فکر میکنید که جشنواره این حرف و حدیث ها و این نگرانی هایی که در این باره ابراز میشد رو جدی گرفته؟ بله، من فکر کنم تنوع دادن به عضویت آکادمی یک قدم هست برای تغییر دادن روایت از اونچه که ساخته میشه، اونچه که دیده میشه، به اونچه که جایزه داده میشه. بحثای خیلی بزرگتر 5 سال پیش شروع شد، از زمانی که یک هشتگ به راه افتاد که باعث میشد این بحث برای مدت ها ادامه پیدا بکنه. نیاز به تنوع بخشیدن، نیاز به نمایندگی کردن گروه های مختلف در اسکار. من فکر میکنم واقعا اشتها و اراده زیادی در بعضی از محافل وجود داره و نگرانی و ترس از طرف دیگه محافل دیگه وجود داره که پیامدهای این قضیه چه خواهد بود. ولی به نظر من این یک روند غیر قابل اجتناب هست، برای اینکه فیلم یک واسطه بسیار قوی هستش، نماینگر دنیایی هست که ما در اون زندگی میکنیم و این واقعا یک معضل هستش که این گونه محافل، محافلی مثل اسکار، همیشه در گذشته فقط سهه میذاشتن و تایید میکردن و جایزه میدادن به فیلم هایی که کارگردانان مرد سفیدپوست درست میکردن. برای همین من امیدوار هستم تغییر هنوز مونده که واقعا تو به طور کامل محقق بشه، ولی فکر کنم که قدمی که امسال برداشته شد یک قدم رو به جلو است نسبت به پارسال و نشون میده که اراده برای تغییر هم وجود داره. خانم شاکری فر، موفق باشید. امیدواریم که شما روی فرش قرمز ببینیم. ممنونم از الهام شاکری فر، کارگردان و تهیه کننده. محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا در بسیاری از کشورها کاهش پیدا کرده و انگلستان هم از این قاعده مستثنا نیست. 6 ماه بعد از شروع همه‌گیری کووید 19، امروز با بازگشایی بیشتر مشاغل و اماکن عمومی، انگلستان هم کم کم به حالت عادی برمیگرده. آناهیتا شمس گزارش می‌دهد. لحظه شماری برای باز شدن رستوران‌ها، کافه‌ها و بارها به پایان رسید. امروز 4 ژوئیه با کم شدن محدودیت‌های رفت آمد در انگلستان بارها باز شدند. پس از بیشتر از 3 ماه رستوران‌ها هم باز می‌شوند، مشروط بر رعایت دستورالعمل‌های ایمنی. صف بستن خارج از رستوران
ترجیحاً رزرو کردن رستوران‌ها از قبل که ازدحام ایجاد نشه، 1-2 متر فاصله رو ایجاد بکنیم که میزهامون هم لخت گذاشتیم، هیچی روش چیدمان نشده طبق قوانین. سر میزهایی که قراره غذا گذاشته بشه از قبل منوها رو اومدیم، منوهای کاغذی دیسپوزیبل و قابل دور انداختن گذاشتیم که کسی اگه دست میزنه بندازنش کنار. قاشق، چنگال، چاقوها همه استریلیزه شده هست. نمک، فلفل، سوسا همه به صورت سشه های قابل دور انداختن و یک بار مصرف میادش. مشتریان هنگام ورود به میخانه یا رستوران باید مشخصات خود را به کارکنان ارائه دهند تا در صورت مشاهده مورد مثبتی از ویروس در آن مکان با آنها تماس گرفته شود. از این پس فاصله گذاری اجتماعی در انگلستان از 2 متر به 1 متر تغییر می کند. اما در اسکاتلند و ولز همچنان مقررات فاصله گذاری 2 متر اجرا می شود. در ماهای گذشته موهای بلند و نامرتب شده بود یکی از نشونه های در قرنطینه موندن، اما امروز آرایشگاه ها هم در سطح انگلستان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی باز شدند و تنها با گذشت ساعاتی از روز بیشتر صندلی های این آرایشگاه ها پر شدند. آرایشگاه ها یکی از اصنافی بودند که با بحران بیماری کووید 19 ضربه شدیدی به آنها خورده شد. We've had to completely change the salon. Now everything is disposable. We've got ما شکل سالن رو کاملا تغییر دادیم تا صندلی ها با فاصله حداقل 1 متری هم باشن و آرایشگرها هم ماسک دارن و پیشبندهای یک بار مصرف می پوشن. همه کارکنان قبل از امروز باید یک دوره آنلاین رو میگذروندن که درباره همگیری و راه جلوگیری از شیوع بود. پشت در آرایشگاه ها صفهای طولانی کشیده شده و از همین امروز لیست انتظارشان هم برای چندین هفته پر شده. سینما، موزه، گالری ها و مراکز مذهبی هم در انگلستان درهایشان را به روی عموم باز کردند. مراسم عروسی هم با حضور تنها 30 نفر در صورت رعایت فاصله گذاری امکان پذیر است. اما خواننده ها هنوز اجازه ای اجرا ندارند. از زمان شروع همه‌گیری در بریتانیا حدود 44,000 نفر جانشان را از دست دادند که یکی از بالاترین میزان تلفات در جهان بوده. پزشکان و محققان به طور جدی تاکید کردند با کم شدن محدودیت‌ها دستورالعمل‌ها باید کاملاً رعایت شود. طبق مقررات جدید خانواده‌ها و دوستان می‌توانند تا 6 نفر همزمان با رعایت فاصله گذاری داخل یا بیرون از خانه به دیدن همدیگر بروند. بنابراین در آغوش کشیدن اعضای خانواده و دوستانی که در یک خانه با هم زندگی نمی کنند هنوز آرزویی است که باید برایش صبر کرد. آنایتا شمس، BBC. میتونید این برنامه رو و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت BBC فارسی و همینطور روی کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.